سلام و صبحتان بخیر. بیننده برنامه مجله صبح هستین و ما محب یوسفی تارا از ساعت ده میزبان شما هستم. موضوع امروز ما بحث موج سوم کرونا هست و مهمان من هم آقای میرویس علیزی معاون سخنگوی وزارت صحت عامه در استودیو تشریف دارند. آقای علیزی، وزارت صحت عامه دو شب پیش یک اعلامیه با ادبیات تون نشر کرد و از مردم هم ظاهرا ناراض هست. جزئیات چی است؟ خب فکر کنم که ادبیات تون نبوده، ادبیات توصیه آمیز بوده و به خاطر که مردم قسم که لازم است با وزارت صحت عامه همکاری نمیکنه، به می اساس مجبورتان بعض تصامیم از طرف وزارت صحت عامه به خاطر بهبود صحت مردم و سلامت بودن صحتشان و فامیل محترمشان و دیگر افراد جامعه باید بعض تصامیم از طرف وزارت صحت عامه گرفته شود. به می اساس بعضی محدودیت ها وضع گردید که یک محدودیت شما می بود که دیروز شما شاید شستی که در 16 ولایت نهادهای تسلی و تعلیمی به شکل موقت تعطیل کردید و مشخصا دو هفته هست، درست است یا امکان تمدید شما هست؟ خب وضعیت کرونا را دیده، اگر فعلا ما در اون که وضعیت کرونا هستیم، یعنی در اون که موج سوم هستیم، یعنی پیک ما نزدیک به رسیدن پیک هستیم، یعنی شاید در قله موج سوم هستیم، به میاساس اگر واقعات به شکل دوامدار افزایش یافت و دورانش بیشتر بود، به او اساس باز تصمیم گرفته میشه. در موج اول کرونا در یک شبانه روز 915 واقعه ثبت شد، اما در موج سوم کرونا 977 واقعه ثبت شده در یک شبانه روز. تفاوت چی است بین موج اول و موج دوم؟ تفاوت خاص موجود نمی باشه، چون یک تفاوت عمده که ما با نسبت به موج اول و دو داریم فعلا، در موج اول ما ظرفیت اجرای تست ما کمتر بوده. ما در خود کابل و یک دو سه ولایت ما ظرفیت ازیر داشتیم که تست پی سی را انجام بدیم، مگر هم خوشبختانه حالا شما میبینید که در اکثریت ولایت کشور ما توانایی ازیر داریم که تست پی سی را انجام بدیم و افرادی که مشکوک اونجا مراجعه میکنند تست برشان اجرا گردند. یکی تفاوت موجود بوده و دیگر مردم ما بیشتر مراجعه میکنه به خاطر تشخیصشان به مراکزی و سکتور خصوصی یک رول عمده در بخش انجام دادن تست داره که امرای وزارت صحت عامه در بخش همکار میباشه. در موج اول همکاری سکتور خصوصی هم چون وقت ظرفیت ها و سهولت های موجود کم بوده، با می اساس فعلا بیشتر میباشه، به خاطر واقعات هم بیشتر تشخیص میگرده. ظرفیت چقدر بلند رفت آقای علیزی؟ اگر بسیار خوب خلاصه میگمش، در بخش تشخیصی ما ظرفیت کافی داریم، همه پرسنل صحی ما ترنینگ دیدن در بخش تست پی سی آر و قبلا هم گفتم که ما صرف ظرفیت ما بود که در کابل و یک دو سه ولایت ما تست های پی سی آر انجام میدادیم. فعلا خوشبختانه در 27 مرکز تشخیصی تست پی سی آر داریم ما در 34 ولایت و کوشش ما میست که در 34 ولایت ما بتوانیم تست های پی سی آر انجام بدیم و کار بالا از جریان داره و در بودی که ارتقای ظرفیت پرسنل است که او هم نسبت به موج اول بسیار فرق کرده، چون در موج اول پاندمی کرونا نه تنها در افغانستان بلکه در کل جهان یک چالش بوده، هم برای سکتور صحت و هم برای مردم عام. خوشبختانه در طول یک سال که بیشتر از یک سال شد که واقعیت مثبت کرونا در کشور ما شیوع پیدا کرد، به او اساس تغییرات عمده هم در بخش ارتقای ظرفیت پرسنل، هم در بخش ایجاد مراکزی و هم در بخش انجام دادن تست پی سی آر و سهولت های دیگری در بخش که تست پی سی آر باید انجام بگیره در 34 ولایت یا می ایجاد گردید و هم در بخش آگاهی ما. تشکر. تماس داریم. سلام، بیننده مریخت هستن، صبحتان بخیر. السلام علیکم، محمد داوود حمیدی، سلام برای مجری توانه ما و سلام برای برادر نازنین ما، برادر گل ما آقای علیزه و همیشه ما برش میگیم یک کلم یک کلم، همیشه برای مردم کوشش کرده و برای مردم پیشنهاد یک دانه گل، یک دانه کاغذ، یک دانه کلم، کسایی که دست به تفنگ هستند و 90% مشکل مردم حل شده و مجله صبح، مجله تاریخ افغانستان است، از رسانه دیگر توهین نشود. از اونا خواهش میکنم که
بکس لغت پلموه بیجه چیزی جور نمیشه و بیان که مثل یک کلم اینمی تو برنامه را بگیرن اگر نمیگیریم اینمی تکرارشن دیگر رسانان پاس کنن که چون ملت مهارستان در و درست و دلالت جنگ تو آقای علیزه را مانگی را میگیم که جواز خیلی پوانه که بیشتر که رسانه سریعه و جواب دادن که صدایتان متاسفانه قطع وصل میشه. کم بلندتر حنیفی صاحب. اما اشاره به نوزده نقاشی بکنیم کسی که سواد را همین آیا همین دور سیشا و همون منطقه وزارت سیاد آبا تو باید پستر تبلیغاتی دیده این از آقای لیزه من پستر نوات دوم تو ما بیاین ولایت نیمرو را سی کنیم در ماجرین هیوچار ولایت هم امین جاست ماجرین پاکستانی هم امین جا حضور دارن که پاکستان از بلوچستان ماجر شدن و ورود صدها آریجی می رو می آیا و شفاقانه کووید 19 وی پینجا بستر داره و یک محدود یک بیس نفر کارمند داره سه نقطه داره یکی پل ابریشه و که روز ازارا خارجی می رو بیا از ایران از ترکیه از عربستان نظر کجا یک نقطه دیگه هم است که اینجا در پاکستان میرن نقطه دیگه هم است که پس به ایران میرن و تو اون پرسونه دیگه کما چندین دفعه ما با آقای علیزه گفتیم و آقای علیزه من بارا میگه که شما برین علیزه کنین با تشروی که اتاهمه شما جغرافی های نیم رو رسی کنین شما اینجا دفعه که علیزه بکنین با سیاتاهمه شما ببینین با تشروی خود رو سیاتاهمه یک پستر تبلیغاتی نزده که نوزه این مشکلات داره ایوده داره او نداره آیا این سیاتاهمه نیم روز همه طرح حج نداره که بدد خوزستانه خصوصی بردی این که تخصیص نداره که یک سیان بازرگانی دمی ولایت بکی یک چند پستر بزنه تو ایده باید خود شما بسنجن ایده با ایک کس امروز نمیتونیم که بانی که ملت امروز که ملت کلی باسواده برای خود و عید میدانه و دون ایده برای خود و تاوان دولت خود میدانه که آقای علیزه نگن برین عریضه کنن تشروی سیتامه کونا دورن بررسی کنه ما طرفدار دولت نظام خود هستیم نمیخوایم دولت خود را چالش بکشیم منتظرم که اینجا دو سه کشور خارجی هم رای ما انساس که بگیم که ولای نسای که تیشده سیاتانه مردم نیوروز مردم نیوروز مردم سلجور ساغای علیزه تمام جغرافی های ولایت نیوروز سای کنه نمی نفشه سای کنه شما از نظر خود مثلا جلال آباد ببینید اون یه شما میگن مریض زیاده اون یه کارمنده های شما کنه اگر سریاد کارمنده خود زیاد تو روزانه صد نفس پیدا شد ما هم سیگم زنده باش مجله تو زنده باش مجری توانه زنده باش پاینده باش که میشه بخواهی مردم بودین و زنده باش علیزه سپیده و سیفت رسانه را جواب میده تشکر زنده باش سیتیامه که از فساد خالی کاش کی دیگر رسانه دیگر چیا وزارت هم مثل سیت عمل بیستی بودن تشکر تشکر هنیه فیسای بابت تعریفتان و مجله صبح تلاش میکنه تا مسئولین حکومتی را در میز داشته باشد تا به سوالات دیدگاه و نقد شما بتانن پاسخ بدن. آقای علیزه بفرمایید حتما گرفتین موضوع. بله برادر عزیز ما سلام مرام قبولا باشن و مشکلات ولایت نیمروز گفتن فکر کنم کدام وقت دیگه سوال پرسیده بودن ما مشکل از یارم رای از وا شریک ساختیم و قابل یادآوری است که فعلا وضعیت در حالت نیست که ما بگویم امیال مگه یا مراجعه کنه به شفاخانه نیمروز مشکل جدی اونجا شکر است که موجود نمی باشه دیدگاه و... شانی بود آقای علیزه که گویا یک نوع سیاست دوگانه وجود داره در موردی که مثلا شفاخانه هایی که در پایتخت است بیشتر توجه میشن ولی بله شفاخانه هایی که در ولایات دوردست هستند بخصوص نیمروز توجه بیشتر نیست در این مورد ما میخواستم صحبت کنم
خوب وزارت ساتومه همه خدمات خود را مطابق پکیج بی پی اچ اس و ای پی اچ اس یک پکیج است که به اصطلاح طبی است که خدمات که از طرف در بسط شبخانه عرضه می گردد در ولایت یا در مرکز و خدمات بی پی اچ اس که به سطح ولسوالی عرضه می گردد. دو پکیج سی ما داریم. نظر به تعداد نفوس شبخانه مشخص گریده در هر ولایت. ما مثال اگر یک شبخانه ولایتی است چقدر نفوذ باید داشته باشه، چقدر پرسنل سی داشته باشه، خصوصا دکتر، نرس، قابله و لابرانت و چقدر بخش خدمات داشته باشه. نظر به نفوذ هر ولایت خدمات ارزی خدمات سی برای هموطنان مرزه میگردد. هیچ وقت بحث دوگانه در اینجا مطرح نیست، به خاطر که اگر ما کابل ببینیم خیلی نفوس کابل بیشتر است. نفوس کابل بیشترین نفوس ما در سطح افغانستان نفوس کابل است. بعد از نفوس کابل فکر کنم ولایت های ننگرهار و هرات و مزار شریف اوزا هستند و در اونجا ما شبخانه یوزوی داریم. مثل ولایت نیمروز، لغمان، بادغیس، فراب، بعض ولایت های دیگر که هست اونجا شبخانه ولایتی داریم. با اساس نفوس و تارگت گروپ اونجا شبخانه مشخص گریده، هم در بسط ولایت و هم بسط ولسوالیه. در این بخش باید هموطنان ما دلشان جمع باشه که هیچ وقت دوگانگی صورت نمیگیره. خدمات به شکل یکسان بر همه اقشار جامعه در 34 ولایت به شکل یکسان عرضه میگردد. آمده من نمیگم بعض کمی و کاستی های شاید باشه، مشکلات شاید موجود باشه، خب و مشکلات ما مشکلات حل میشه. فعلا واقعیت مثبت کرونا در نیمروز در کاتگوری دوم از لحاظ شیوع واقعیت مثبت کرونا در کاتگوری دوم قرار داره و فعلا هم در آنجا مشکل نیست که ما بگیم خدای نخواسته برای یک مریض بستر نرسیده، برای یک مریض اکسیژن نرسیده، یک مریض خدمات جواب داده شده، هیچی تو یک مورد اونجا ثبت نشده و نه ثبت میشه. و وزارت ساتومه پلان داره در آینده بخیر که ما بتوانیم در 34 ولایت با همکاری، اشتباه نکنم فکر کنم بانک جهانی است، ما 50 بستر در بعض ولایت اضافه نماییم اگر مشکلات در آنجا باشه، بعض ولایت که واقعیت بیشتر داره. این در پلان وزارت ساتومه است. خب فعلا حالت تحت کنترل است. خوی به ایمان نیست که ما بگیم واقعیت حالا در حالت است که ما کنترل کرده میدانیم، نه، شاید واقعیت بیشتر گردد از این. یک مورد جدیه که در بحث موج اول ویروس کرونا وجود داشتی بود که در ولایات بیشتر جاهایی که قماندان ها یا کسایی که زورمند هستن، حاکم هستن، اینا سوء استفاده میکنن از صلاحیت و حاکمیتی که دارن یا حداقل سیاست همون جغرافیایی که حاکم است همونجا و تلاش میکنن تا تست که صورت میگیره بیشتر به خانواده خود، دوستان خود و اقارب خود توزیع کنن. چقدر این بحث در مورد موج سوم کرونا حل شده تا حالا؟ خب در موج اول کرونا بعض مشکلات چالش‌های بود. یکی از مشکلات که ما داشتیم همین بحث بود که شما یادآور شده و فضل خدا او وقت تستای کرونا در ولایت گرفته میشد و به مرکز انتقال داده میشد. فعلا در اکثرت ولایت ما سهولت‌های تستای کرونا را داریم. اولا قماندان صاحب یا زورمند صاحب که وقت می کار میکرد، ولی فکر کنم ما یک چیز پیسام دارن و خودشان که بفهمند که در بخش دولتی بیروبار است میرن به شخصی مراجعه میکنن، اونجا تست خود انجام میدن. این مشکلات فعلا هیچ مشکلی در این بخش وجود نداره، فعلا این مسئله حل است. تشکر. تماس داریم، بیننده ما روی خط هستند. سلام، صبحتان بخیر. خب تماس متاسفانه قطع شد. با دلیل شیوع موج سوم ویروس کرونا دانشگاه ها، مکاتب و همچنان مراکز آموزشی تعطیل شد. در این تصمیم که یک شماره به این باور هستند که خیلی عجولانه و در یک شب عقص شد، چقدر شما با نهادهای تحصیلی هماهنگی داشتین و آیا واقعا آنها در جریان بودن یا خیر؟ خب یک مسئله مهم که هموطنان ما متوجه از او باشند اوی است که وزارت ساتومه در بخاطر مبارزه با ویروس کرونا تنها نمی باشه، بلکه ادارات زیدخل دیگه هم در این شامل است که یک وزارت محترم معرف است، وزارت محترم تحصیلات عالی است، وزارت محترم انکشاف دهات است و وزارت های دیگر است، اگر نامش بگیریم وقت سویم نشه، وزارت های دیگر است که در این امرای ما همکار می باشه، در این بخش مستقیم من همکار هستند. به می اساس وزارت ساتومه تصمیمی که گرفته ای مطابق پلان موج سوم کرونا است.
ما در موج پلان سوم موج پلان سوم کرونا که ترتیب دادیم ما میزان مصابیت میبینیم که میزان مصابیت ما به کجا رسید، یعنی ساده بگیم واقعیت ما در کدام حالت است و از کدام بخش هموطنان ما بسیار متضرر هستند. به او اساسی محدودیت وضع میگرده و با همکاری وزارت محترم تحصیلات عالی و وزارت معارف مستقیما و در این بخش همراه ما همکار بودند. شما پرس کنفرانس دیروز دیدین که جناب وزیر صاحب معارف و جناب وزیر صاحب تحصیلات عالی با جناب وزیر صاحب ساعتامه عرصهشان به رسانه‌های محترم معلومات دادن و توافق به این بود که تصمیم به همکاری یکی دیگه گرفته شده. هیچ وقت چون هموطنان ما خود دی فکر هستن که ما بریم باید به خاطر درس و یاتنی ما خصوصا نادای خصوصی دی یک چیز تشویش دارن که ماشای ما قطع میشه یا فیس از بحث مالی هست. بحث مالی هست. مگر شما دیدید که برای وزارت ساتومه صحت مردم بسیار مهم است. به این اساس به شکل مشترکی تصمیم گرفته شده و به رهبری حکومت پیشنهاد کرده بود. تشکر. شفیق الله روی خط هست از کابل. سلام شفیق، بفرما. جناب شما و جناب محترم مهمان برنامه شما، تقدیر میکنم. علیکم سلام، بفرما. سوال من از مهمان محترم برنامه شما است که تصمیم که در قسمت تعطیلی نهادهای آموزشی گرفته شده، آیا یک ارتباط منطقی بین سکتورهای مبارزه علیه مرض کووید 19 وجود داره، به خاطر از اینکه تعداد زیادی از جوانان و نوجوانانی که از دانشگاه ها و از نهادهای تعلیمی رخصت میشن، اینا به شکل گسترده و دستجمعی در رستوران ها، هتل ها، قیلون خانه ها، باشگاه ها، جیم ها، اوسای بازی، حمام ها و علاوه در دره ها، در پارک های ملی و سایر جاهایی که شما فکرش کردن میتونید حضور به هم میرسنن و به خوشگذرانی و روزگذرانی میپردازن. آیا مبارزه قسم است که هر سکتور رفع مسئولیت میکنه به صورت انفرادی و این رفع فکر نمیکنه که نتیجه از چی خواهد شد؟ من فکر میکنم که اگر متعلمین از مکتب رخصت میشن به شمول محصلین، اینها میتونن که سطح مسئولیتشان در جاهایی که من خدمت شما عرض کردم بسیار بلند داره و دو هفته بعد اگر دوباره مراکز تعلیمی گشاده میشه، اینا میتونن که یک پرابلم جدی از نقطه نظر انتشار مرض کرونا ایجاد نمایند. لطفا در این قسمت توضیحات لازم ارائه بفرمایید. بسیار زیاد تشکر از شما. تشکر از برادر عزیز ما شفیق الله خان. یک مورد بسیار خوب را اشاره کردن، حقیقت است، چون وزارت ساتام مسئولیت یک سکتور سی است که به میاساس مسئولیت عزیز را داره که بر مردم عزیز خود عرضه خدمات سی را بر مردم عزیز خود ارائه کنن و به خاطر سلامت بودن مردم هموطنان ما. خوب در اینجا چیزی که قابل بحث است و این است که چیزی که در دسترس ماست و توانایی که و صلاحیتی که وزارت ساتومه دارد ما از او استفاده میکنیم و به رهبری حکومت پیشنهاد میکنیم، به خاطر که ما و شما میبینیم که واقعیت مثبت کرونا در بین محصلین و متعلمین یک چیز افزایش یافته بود، چون محصلین و متعلمین ما در یک سمت که داخل میشن برای 3 یا 4 ساعت یا دپولو شدن و هیچ کدام فاصله اجتماعی در آنجا رعایت نمیشه. به همین اساس واقعیت هم بیشتر شیوع کرد در بین متعلمین و محصلین، یک چیز واقعیت ما داشتیم و بس از این که یا که رخصت میشن راستی هم میرن به ساعت تفریح، این یک مشکل است که باز این از صلاحیت وزارت ساتومه نیست دیگه. ما وزارت ساتومه میتونه با نهادهای امنیتی هماهنگی داشته باشه؟ این یک قطع است که ما با نیروهای امنیتی هماهنگی داریم، مگر وزارت ساتومه وظیفه باز میگم به شکل نرم چی میگم که وظیفه پلیس انجام داده نمیتونه، مگر مردم ما چرا؟ یک قشر معتبر جامعه که هست که اون محصل متعلم است که به حساب آینده افغانستان یا دست از یاست و که خودشان متوجه ساعت خود نمیشن و با ساعت تفریح میرن، در حالی که ریسرچ و تحقیق ابتدایی که صورت گرفتن و 9% مردم و آگاهی باره ازی داره که جلوی ویروس کرونا چه قسم گرفته میشه، مگرم بازم یا میرن با ساعت تفریح
خوب در این بخش اگر ضرورت شد باز وزارت ستام هم تصمیم خود را به رهبری حکومت پیشنهاد میکنه که باز نهادهای امنیتی در او باره چی قدم میتونه. خب اگر چیزی که در صلاحیت ما هست همین است که توصیه بر مردم توصیه داشته باشیم و مردم باید توصیه وزارت ستام را جدی بگیرند به خاطر سلامت بودن خودشان، فامیل محترمشان و دیگر افراد جامعه. در یک فامیل ما شما میفهمیم که پدر و مادر ما ضعیف است، بسیار متضرر میشن در برابر ویروس کرونا. باید مردم متوجه ازی باشند. ای که مردم توجه نمیکنند ای یک مشکل جدی است که در بین مردم است که باید خدا کنه که قناعت کنند این باش. حتما مردم توجه میکنند. در بس موج اول ویروس کرونا بیشتر بیمارستان افغان ژاپن مورد بحث بود و دیدگاه های هم متفاوت بود در موردش، ولی حالا در موج سوم کدام مراکز و کدام شفاخانه ها بیشتر فعال هستند و مردم میتونه مراجعه کنه؟ دیوس لپاره دی افغان جاپان روختون ترڅنګ خوشبختانه وایو چې موږ په څلورو حوزو کې د کابل ښار روغتي مراکز سهولتونه لرو. دیوس لپاره د قصبې په سیمه کې د 50 بسترو روغتون لرو چې سل بستر د اوس پکې موږ فعالیت ترسره کوو. کولای شو د ضرورت پر وخت کې سل بستر نورم پکې ور اضافه کړو. په ارزان قیمت سای کې یعنی احمد شاه بابا مینه کې دویمه دولسمه بزا چې د الته موږ د اندونیزیا روختون دی چې په مجهز توګه جوړ شوی دی، نو هلته موږ کولی شو چې د سلو نه تر یو سلو پنځوس بستره موږ هلته ولرو. الهلال احمر روختونه حاضل قیس هم دغسې چې د پنځوس نه تر سل بسترو پورې ګنجایش لري، کیدای شي د ضرورت په وخت کې پنځوس بستره نور موږ پرې باندې اضافه کړو. د جنا روختون همداسې دی چې د سل یو سلو پنځوس بسترو په شاوخوا کې ظرفیت لري. که چېرته ضرورت شي موږ کولی شو چې هغه روختون کې سل بستره نور موږ اضافه کړو. یعنی یوازې د اگر روختون افغان جاپان روختون نده نور روختون نو که دی ضرورت پاس از بانی من بیرون میزفه که ولی شو و دولت خدمات ارزه کرده و امکانات به شکل مساویانه وجود داره در تمام مراکز؟ پر طول مراکزو که مساویانه توگه که چیر تصور شی از من روختون نو گوری پس سنرر توگه سر روختی خدمات ارزه کی ده اغلومره موج نده چی من زنیستونزی مشکلات در لوده و سطول خلاوی و مشکلات و سطونزی رک شویدی. تشکر آقای علیزاده. میان برنامه میگیریم، همچنان بیننده تلویزیون یک باشید. سلام مجدد به همه شما بیننده عزیز. آقای علیزاده، 16 ولایت به قرنطینه رفت، در مورد ولایت های دیگر کدام تصمیم گرفته شده تا حالا یا خیر؟ برای فعلا نسبت به شیوع واقعیت مثبت کرونا تصمیم گرفته میشه. ولایتی که در محدودیت قرار ندارن برای فعلا واقع در روی ولایت قدر بیشتر نمی باشه. به می اساس ولایت هایی که تحت محدودیت گرفتن یعنی نهادهای تحصیلی و آموزشی رخصت گردیدن، در این ولایت واقعیت بیشتر کرونا را ما داشتیم و ولایت دیگر برای فعلا در حالت نیستن که ما در اونجا بعض از محدودیت را وضع نماییم. موج اول کرونا با تمام افتخیزهایش به پایان رسید، همین گونه موج دوم، اما دیدگاه های متفاوت وجود داشت، از فساد گرفته تا بحثی که استفاده میشه از صلاحیت های وظیفه‌ای و موارد مختلف. در رهبری موج سوم ویروس کرونا چقدر تغییر ایجاد شده بخصوص در بخش اصلاحات؟ ده فساد به برخه که بیتویم چه په لومړی موج که بعض ستونزی یا مشکلاتی موجود و خود زین وخت کې ځینې شایعات هم موجودې په بعضې مواردو کې. د اوس لپاره تاسو ویلی شم چې د حکومت د عامې روغتیا وزارت نوې رهبري په دغه برخه کې ډېره جدي ده او هېڅکله به هم خدای مه کړه په دغه برخه کې یو معمولي مشکل او ستونزه پیدا نه شي. او موږ چې هر قدم ږدو د هیوادوالو سره یې شریکوو، د رسنیو له لارې ټولو هیوادوالو سره یې شریکوو، زموږ هر قدم او هر کار چې ترسره کړی دی هغه مو تاسو دې شاهدان یاستئ چې د پریس کنفرانسونو له لارې د هیوادوالو سره شریک شوی دی. انشاءالله په دې برخه کې به هیڅ کوم مشکل نه وي موجود. در کنار نهادهای تحصیلی یک تعداد شکایت دارند که هرچند بیننده مو پیشتر اشاره هم کردند که بعضی محلات دیگر هنوز هم باز هستند و پر جم و جوش، مثلا محل های فروش اجناس هست، فروشگاه ها هست، بعضی ها حتی کودکستان ها را گفته بودند، همین گونه بحث مندوی را مطرح کردند. این مورد چقدر شما جدی هستین و آیا امکانش هست که به این زودی ها بتانین از تجمع بیشتر جلوگیری کنین؟
دیوست لپاره د امر وختي وزارت تصمیم داده که چیرته پیخ لوړ شي او دغه زمونږ د هوادولو دغه لکه څنګه چې بې غوري موجوده ده توجه نه کول موجود دي د کرونا ناروغۍ په مقابل کې د پاغه حالاتو کې به د امر وختي وزارت خپل نور جدي تصامیم هم نیسي په دغه برخه کې خو هوادول باید په دغه برخه کې د امر وختي وزارت سره همکار وسیږي حقیقت دی مونږ که چیرته منډیوي ته لاړ شو مارکیټونو ته لاړ شو یا ځینې نورو برخو ته لاړ شو هیوادوال لکه څنګه چې لازمه ده نه تنها دې لپاره چې ټولنیز واټن نه مراد کوي بلکې هغوی یو ماسک څخه استفاده نه کوي نو دا مشکلات او ستونزې موجود دي زمونږ د هیوادوالو څخه غوښتنه مهم دا ده چې د عامې روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونې په جدي توګه په پام کې ونیسي خصوصا زمنګ نو وای د ضرورت دی تلری چې مارکیټ تلړ شي منډي تلړ شي او سودا ترلاسه کی خو د اغه ټول اغه روختي لارخونه دی باید په نظر کې ونیسي او اغه باندې عمل وکړي دی باید یو چیرته باید لړ شي ترڅو خپل سودا یا خپل ضرورت رفع کیالته نو بنان ک چیرته دغه مسائل دوام پیدا کی او موږ پوه شو چې پیخې په لوړېدو کې دي په هغه وخت کې بیا د روختي وزارت خپل تصمیم د حکومت رهبری ته پیشنهاد کوي چې نور جدي تر اقدامات هم تر سره شي بیننده ما روی خط هستند سلام صبحتان بخیر صدای ما را دارین سلام صبحتان بخیر سلام علیکم خوب هستین صد من سلام خدمت شما خدمت مهمان محترمتان علیکم سلام بفرمایید علیکم سلام اسم عبدالرحمن هست یکی از مسلمین مکاتب خصوصی شهر کندوز هستم طبقی که دیروز امی رخصتی عمومی اعلان شد هم مکاتب خصوصی و همچنین مکاتب دولتی اما مکاتب خصوصی اعلان کردن که تا آخر امی هفته در سو بر شکل خصوصی میابه اما باز اون معلوم نیست که هفته بعدی آیا قرنطینه میشه یا مکاتب تعطیل میشه یا نمیشه اگر مکاتب خصوصی تحت تاثیر وزارت معارف است پس چرا مکاتب خصوصی شهر کندوز رخصت نشدن این سوالم بود میباشین که اونی مهمانتون از بپرسین خواهش میکنم دلیل تعطیل نشدن مکاتب مود چی است تشکر دیدگاهشان کرونا در مکاتب دولتی است یا در مکاتب خصوصی هم همچنان است بله در دوی شست بله اینو بحثشانی بود که پشتدار وزارت صحت عامه از سوی سکتورهای خصوصی جدی گرفته نمیشه چرا؟ بله بله برادر ما عبدالرحمن از کندوز اگر ما در کابل ببینیم همه مورد مراد گریده در بخش تعطیل مکاتب خصوصی و دولتی مگر در ولایت کندوز که مشکل موجود است باید برازی توجه صورت بگیره خصوصا و ریاست محترم معرف ولایت کندوز اونجا موجود می باشه و چون نهادهای آموزشی که باز سوی بکلوریا است مربوط وزارت معرف میشه ما باید در این بخش اقدام جدی نمایند اگر بعضی از مکاتب خصوصی سلنگاری میکنه یک ظلم است در قبال مردم عزیز ما باید در این بخش توجه جدی صورت بگیره خصوصا از طرف نهادهای تحصیلی رسمی در صورت عدم پیاده کردن اعلامیه های شما آقای علیزه چقدر جدی هستین شما در بحث مجازات کسانی که تخلف میکنن و اعلامیه شما رو حداقل جدی نمیگیرن خب وزارت صحت عامه یک وزارت سکتوری یعنی وزارت صحی می باشه به این اساس مکافات و مجازات جز در بخشایی که موارد مردم مورد نظر نمیگیره یا باز نهادهای تحصیلی و خصوصی او را در نظر نمیگیره او مربوط وزارت تحصیلات عالی نمیشه در هماهنگی با شما مگرم بله بله مگرم وزارت صحت عامه حق داره که بعض مکاتب اگر بعض سلنگوری صورت میگیره از طرفشان و پیامهای وزارت صحت عامه را نادیده میگیرن در او بخش وزارت صحت عامه پیشنهاد خود را به رهبری حکومت خصوصا دی بخش کرده میتونه که بعض نهادهای مسئله را جدی نمیگیرند مسئولیت عمده از این را باز ارگان مربوطه یا وزارت مربوطه داره که دی بخش و اقدامات جدی تر را در این بخش صورت بگیره از طرف از و کسایی که از قانون سرپیچی میکنن باز و میفهمه و اما ارگان مربوطه میفهمه که و چه قسم مجازات از طرف ادارات قضایی و امنیتی برازو تعیین میشه مربوط از وا میشه یعنی وزارت صحت عامه این سر کار نداره فقط توصیه ما بر مردم است و عملی نمودنش بحث دیگه است که از طرف نهادهای امنیتی و قضایی صورت میگیره شما را از هموطنان ما در هفته های اخیر دوزهای واکسین را دریافت کردن با از دید طبی و از دید شما چقدری میتونه کمکشان کنه در برابر موج سوم ویروس کرونا
بله، عموماً اشخاص که واکسن دریافت نمودن، واکسن یگانه گزینه بهتر و خوبتر در مقابل جلوگیری ویروس کرونا است. واکسن اشخاص که دریافت نمودن از 76 الا 92% معافیت در بدن به وجود میره. به همین اساس شما میبینید همه پرسنل سیم و واکسن دریافت نمودن بسیار بدل جمع ارزی خدمات سیر برای هموطنان عزیز ما میکنند. این علتش همین بوده که معافیت حاصل نمودند. حتی دیدگاه های منفی هم در مورد ویروس، البته در مورد دوزهای واکسین وجود داشت که بحثی است که گویا تاثیر منفی میگذاره. چقدر جدی بود این مسئله آقای علیزاده؟ خب در اول یک چیز مشکلات موجود بوده، بعض افواهات موجود بوده، مگر خوشبختانه افواهات بسیار زود رفع گردید. مردم که در این بخش بعض افواهات نشر میکردن و میخواستن که مردم عزیز ما معافیت حاصل نکنند، بعض مسائل موجود بوده. خوشبختانه مردم حالا که شما میبینید که به مراکزی که واکسن تطبیق میشد حتی به 2-3 روز یک نوبت یک نفر نمیرسید که اونجا برش واکسن تطبیق شد، تقاضا بیشتر شد و مردم قناعت کردن که واکسن یگانه گزینه بهتر و خوبتر در مقابل ویروس کرونا است. بیننده ما روی خط هستند. سلام، صبحتان بخیر، بفرمایید. تشکر، وقت شما هم بخیر. شما را از سرپل زحمت دادم، احسان داشتم. خواهش میکنم. متعلم لیفای من از سراج. بفرمایین. سوالی من از میمان شما یه بود که یک تعداد ولایت ها قرنطین شده، وضعیت به ولایت سرپل خوب نیست. یه را پرسان میکردم که سرپل هم در قرنطین میره یا خیر؟ درست است. در مورد ولایت بود آقای علیزاده. بله، ولایت سرپل بود. فکر کنم برادر ما از ولایت سرپل تماس گرفته بودن. خب ما نقشه افغانستان رنگ‌آمیزی کردیم نسبت به واقعیت ویروس کرونا که در کدام کاتگوری قرار دارند. و ولایتی که در رنگ‌آمیزی سرخ قرار دارند و تحت حالت جدی هستند، یعنی شیوع ویروس کرونا در آنجا بیشتر می باشد. در کاتگوری دوم ولایتی که نارنجی هستند. واقعیت مثبت کرونا در سرپل همه روزه بر ما می رسد. نسبت به ولایتی که در محدودیت قرار گرفته در او کاتگوری نمیه برای فعلا. اگر واقعیت بیشتر گردی در آن صورت وزارت ساتومه نه تنها در مقابل ولایت سرپل بلکه در ولایت دیگر هم اگر واقعیت بیشتر گردی تصمیم خود را میگیره. و تقسیم بندی شما به اساس جمعیت هست در ولایات؟ به اساس جمعیت و به اساس شیوع واقعیت مثبت کرونا است که با شما گزارش میرسه. بله، همه روزه سرولانس منظم داریم که از همه ولایت ما از ریاست های ستامه که در ولایت واقع هستند، افراد بخاطر دیتا انتری تستایی که صورت میگیره هم از سکتور خصوصی و دولتی برازوار راپور داده میشه، همزمان در عین وقت به وزارت ستامه بخش سرولانس راپور داده میشه. اینجا دیتا هم ارقام انالایز میشه، بعد از او امرای ما و امرای رسانه شریک میشه که ما واقعیت میبینیم که امروز در ولایت سرپل واقعیت چند نفر مشکوک بوده که تستشان پی سی آرشان انجام گریده و چند نفر مثبت برآمدند، مطابق از او تصمیم گرفته میشه. برنامه شما حداقل در 2 هفته و بعد از او اگر تمدید شه و چی هست در برابر ویروس کرونا؟ ما واقعیت مثبت کرونا را در نظر داریم، ببینیم که شو واقعیت مثبت کرونا در کدام حد میباشه. اگر کاهش یافت بعد از او تصمیم دیگر به خاطر محدودیت شاید وضع نگردد. اگر کاهش نیافت و واقعیت به شکلی که فعلا در حالت افزایش است، در آن وقت وزارت ساتومه تصمیم دیگر هم به خاطر محدودیت در کشور شاید تصمیم دیگر، یعنی امکان تمدید وجود داره. امکانش است. بله آقای علیزاده، به عنوان جنبندی برنامه خواست شما از مردم چی است؟ مردم نقش خیلی مهم دارد، چون ویروس کرونا به خصوص موج سوم بیشتر در تجمع ها و جاهایی که مردم حضور دارن شیوع پیدا میکنه. خواست شما از مردم چی هست؟ چی همکاری میتونن حداقل هم برای شما انجام بدن به عنوان شهروندان فعال جامعه و کشور ما؟ از همه هموطنان عزیز ما خواهش ما می است که اگر با وزارت ستامه هم کار نباشند، ما هیچ به تنهایی نمیتونیم که واقعیت مثبت کرونا را کشف یابیم. به خاطر که سکتور صحت کوشش به می است که ما بتانیم واقعیت مثبتی که فعلا داریم ما ای را تحت مراقبت خود بگیریم و ای را کور کنیم. اگر هموطنان عزیز ما با وزارت ستامه هم کار نباشند، متاسفانه قسم که حال میبینیم واقعیت در حالت افزایش است و واقعیت دیگر هم افزایش میافه. و از همه هموطنان عزیز ما خواهش جدی ماست که به پیام های وزارت ساتومه
باید او را نادیده نگیرند، او را در زندگی خود عملی کنند تا سلامت بودن، به خاطر سلامت بودن خودشان، فامیل محترمشان و دیگر افراد جامعه. تشکر آقای میرویس علیزاده، معاون سخنگوی وزارت صحت عام، از حضورتان در برنامه. تشکر از شما هم بینندای عزیز. موارد بهداشتی که از سوی وزارت صحت عام با ما و شما شریک ساخته میشه را خواهشان جدی بگیریم و تا برنامه فردا، الله حافظتان.